عید فطر آمده یاران تبریک، ابر رحمت شده باران تبریک. سهم من از پس ماهی طاعت، نمره 20 ایمان تبریک. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر بزرگترین ماه خدا و سلام بر عید دوستان خدا. سلام بر تو که پیش از آمدن در آرزوی تو بودیم و پیش از رفتن در اندیشه فراغت محزونیم. سلام بر تو که دیروز در حسرت تو بودیم و دل به تو بسته بودیم، و سلام بر تو که فردا چه بسیار به سوی تو مشتاق هستیم. و سلام به شما دوستان، یاران و همراهان که یک ماه خودم زیور بندگی آراستین و امروز به شکرانه این نعمت عید بندگی را جشن میگیره. بله، روز عید فرا رسیده و دلها در بین دوراهی ای هست که ماه مبارک رمضان میره و عید فطر آمده، و این عید جزء پاکترین عید هاست، عید بندگی و عبادت، عید پاکترین ها و تولدی دوباره، عید بازگشت به خیشتن، عید تولد دوباره بر همه شما عزیزان مبارک باد. و شما، بر شما هم خانم قاسمی عزیز، به شما هم مبارک باشه. سپاس از شما خانم ظهوری بزرگوار، عید شما هم تبریک، طاعات و عباداتتان مقبول درگاه حق، و همچنین از شما بینندگان عزیز انشاءالله که با یک سبکبالی و یک حس نزدیکی که از قبل را احساس تا حال نکرده بودیم در طول سال، این بار دیگه زندگی را شروع کردیم، یک حس نو شدن و شکفتن دوباره است. بله، همون تولد دوباره که بله بیان کردین، و چقدر زیبا است که هر چیزی یک پایان داره. و عید فطر هم پایان یک ماه روزداری و عبادت هست که این روز، روز پاداش گرفتن هست و روز هدیه گرفتن از خدای بزرگ هست، که بیایم شکرگزار باشیم که چه یک روز خوب را و چه یک ایام خوب را خداوند برای ما و بیننده‌های عزیز قرار دادن. یک بار دیگه به همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنیم. بله حتما. فکر میکنم که امروز یک جنب و جوش خاصی در بین شهر و کشور ما وجود داره. به هر حال الحمدلله همه مردم کشور ما مسلمان هستن خانم ظهوری عزیز، و ای که دارن این روز جشن میگیرن به پاس یک ماه خودسازی و یک ماه ای که به مرزهای بنده های متقین نزدیک شدن و یک اتحاد و همبستگی در روز عید، در نماز عید ما تجربه میکنه. و چه آداب و رسوم بسیار خوب و زیبایی داریم، همین رفت و آمدها و نماز عید فطر و به هر حال رفتن به قبور و یاد کردن آنها در این ایام بسیار عالی هست. آداب رسوم های بسیار خوب و زیبایی که ما در ایام عید داریم، و به خصوص عید فطر. در هموطنان عزیز ما بسیار دیدیم که روز عید فطر چقدر عالی برگزار میکنن. بله. و این جشن بسیار باشکوه میگیرن. بسیار عالی و خیلی هم خوب هست. در حال و هوای شهر و کوچه ما در این روزها واقعا حال و هوای عیدانه است. بله. و یک صفا و یک حس نزدیکی نسبت به هم دیگه حس میشه، خیلی خوب حس میشه در بین مردم ما. و خانم ظهوری، شما بگین که در عید چی آمدگی ها گرفته، بگین که شیرنی پخته کردیم بر خود یا نه. بله، چه سوال خوبه، چرا که کلچه پختن در خانواده های ما و در هموطنان ما وجود دارن. این کلچه هایی که پخته میشه چی مزه دارن و چی بوی خاصی دارن. شنیدم که شیرنی پزی خوبالی هم داره خانم ظهوری. من که خودمش فرصت نمیکنم که بتونم پخته کنم، ولی خب کوشش میکنیم که تهیه کنیم. بله. در خانه برای رفت و آمدها و دید و بازدیدها که چقدر توصیه شده نسبت به این موضوع. بله. و این ایام عید فطر با صله رحم و دید و بازدیدها این جشن رو باشکوه تر کنیم. بله. بله. بله، خیلی خوب و عالیست. و بگین که عیدی بیشتر میدین یا عیدی میگیرین؟ سوالای سخت پرسال میکنین. البته خب عیدی دادن زیادتر برای اطفال است. بله. که بزرگترها و کلانها و خورترکها عیدی میتن. بله. و چقدر دلای اونا رو خوش میکنن. درست؟ و انشالله که ما هم بتانیم عیدی بتیم به اطفال خوش کنیم، اونا رو خوش بسازیم، و به خصوص بسیار وقتها در اینطور مواقع کوشش کنیم که به خانواده های ایتام توجه کنیم، به یتیم ها توجه کنیم. بسیار. به خانواده هایی که سرپرست ندارن و
سرپرست خود را دست دادن، بتانیم که دست اونا را بگیریم به نحوی. بله، اونا را در شادی ما... عید سهیم کنیم و بله. به هر حال از این شادی که نصیب ما میشه و درستم. اونا هم حتما منتقل کنیم. خیلی رسم خوب است که خوشبختانه مردم ما این رسم هم به خوبی دارن و هیچ وقت ایتام و نیازمندان فراموش نمی کنن. بله، بسیار عالی. بعد از یک وقفه ما کارشناس محترم برنامه را میخواییم دعوت کنیم، خانم دکتر رضایی کارشناس امروز ما هستند در روز عید سعید فطر. پس تا آخرین لحظات ما را همراهی کنین و همراه ما باشین. تشکر از همراهی گرم همه شما عزیزان همیشه همراه. یک بار دیگه تبریک میگم به همه شما عزیزان عید سعید فطر. و در خدمت کارشناس محترم برنامه خانم دکتر رضایی عزیز هستیم. قبل از اینکه بیایم صحبت شروع کنیم، گفتیم که هر چیزی یک پایان داره. بله، یعنی که نماز پایانش سلام هست، روز یک هفته پایانش روز جمعه است، ایام حج پایان داره و او هم عید قربان هست و ماه مبارک رمضان هم پایان خوبی داره، پایان بسیار زیبا و پربرکت داره و او هم عید فطر هست و عید فطر خودش آغاز دوباره و تولد دوباره هست. و چقدر چیزهایی گفتیم برای عید فطر. گفتیم عید فطر عید عبادت و بندگی، عید تولد دوباره، عید بازگشت به خویشتن. کل اینا را ما گفتیم. حالا میخواییم بیایم با خانم دکتر رضایی اینا را بررسی کنیم که چرا عید فطر عید تولد دوباره است، چرا عید فطر عید بازگشت به خویشتن هست و چرا پاکترین عید هست. پس حتما با ما همراه باشین و سلام عرض میکنیم و قبولی طاعات و تبریکی خدمت خانم رضایی عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم. محمد سلام و احترام دارم محضر شما و همطور همه بینندگان محترمی برنامه و تبریک و شاد باش میگم فرارسیدن بزرگترین و برترین عیدهای مسلمین جهان خدمت همه هموطنان عزیز، همه بینندگان محترم. انشاءالله که این ساعات و لحظات و این ایام به کام همه عزیزان باشه و بتونن بهترین استفاده ها رو از این ایام ببرن. الهی آمین. تشکر و سپاسگزار از خانم رضایی عزیز. خب خانم رضایی، حالا که ایام عید فطر هست، روز عید فطر هست و تمام عزیزان، هموطنان و فامیل های خوب ما در این عید سهیم هستن و یک ماه روزداری و عبادت خودشان را جشن گرفتن، ما هم در جشن شما شریک هستیم و میخواییم بگویم که این جشن شما یک جشن بسیار بزرگی هست و این عید فطر یک عید بسیار بزرگ هست. خانم رضایی، عید فطر چی هست؟ عید فطر برای ما یک معرفی کنین، یک تعریف کنین و بگیم که وقتی ما میگیم عید فطر پاکترین عید هاست، چرا این قسم هست؟ چرا میگیم که عید فطر یک تولد دوباره هست؟ اینها رو میخواییم بررسی کنیم امروز. بله، تشکر از شما. خب عید واژه عربی است و معمولا واژه ها و کلمه های عربی به اصطلاح تخصصی ترش عزیزان ما حالا خیلی وارد اون نمیشن، میگن از ریشه های مختلف گرفته شده. گفته شده یکی از ریشه هایی که کلمه عید به او برمیگرده کلمه عودت است، یعنی بازگشت. عید یعنی بازگشت و عید فطر، فطر یعنی شکافتن. بله، به عبارتی ایجاد کردن دوباره به اصطلاح، حالا معنی بهترین معنیش همون بحث شکافتن است و باز کردن و دوباره ایجاد کردن. وقتی این دوتا رو با هم تاکید میکنیم میگیم عید فطر یعنی بازگشت دوباره به همون شکافتن، به همون از دوباره از سر گرفتن. و ساده ترین معنایش، چون عید فطر به فرموده شما همطور که اشاره کردیم پس از 30 روز و پس از یک ماه روزه داری است و یکی از اساسی ترین مفاهیمی که در روزه ماه رمضان گنجانده شده امساکه، یعنی خودداری کردن از خوردن و نوشیدن. عید فطر ابتدایی ترین معناش است که خب برگردیم دوباره به همون حالت ابتدایی، یعنی دیگه روزه تمام شد. بله،
انجام عبادت برای یک ماه تمام شد، حالا برمیگردیم به حالت عادی روزانه خودمان. خب یکی این، یکی وقتی میگیم عید فطر، حالا در روایات البته به صورت خاص به تاکید شده، بله، از وجود نازنین امام رضا علیه السلام روایتی داره که ازاد میفرمایند که البته از روایتی از پیامبر گرامی اسلام و از امیرالمومنین هم داریم که در اون تاکید شده که عید فطر عید جایزه هاست، جایزه گرفتن ها. ایدیست که چه احسن بر شما. مثال خیلی ساده میزنم بعد که دقیقا تعبیر معصومین علیه السلام رو بیشتر توضیح بدیم که بینندگان عزیز ما کاملا متوجه بشن. فرض کنید که مثلا به عنوان مثال نوجوانان جوانان عزیز ما کاملا برشون قابل فهم باشه، آمادگی میگیریم برای کنکور، بله، کنکور داریم و خب مثلا دیدید که کورس‌های مخصوص کنکور 3 ماه 4 ماه یک مدت زمان خیلی خاصی دارن و بعد زمانی هم که در کنکور هستن تایم مدتی که در نظر میگیرن برای درس خواندن بسیار زیاده، بعد مثلا یک کتاب در عرض 3 روز 4 روز دور میکنن، یعنی سختی و به اصطلاح مشقت فراوانی، حالا 12 سال طرف درس خوانده به مرور زمان آمادگی گرفته، ولی همه اینا رو در عرض 3 ماه میخواد مثلا خصوصا صنفای 10 و 11 رو همه رو دور کنه. و ببینید این کنکور به اصطلاح اتفاق میفته و بعد امتحان میدیم، بعد تمام این مدت که میگذره روز اعلام نتایج است. بله. او استرابه دلهوره و در این حال شوق شدید برای که خب من که مثلا تلاش کردم، اصلا من که تلاش کردم، من که زحمت کشیدم و من که امیدوار به هستم که خب من حتما نتیجه زحمت خود بگیرم، اصلا نتیجه زحمت خودم به همون انتخاب خودم میرسم. عید فطر عید جایزه هاست برای کی؟ برای صائمین، برای روزداران، برای اونایی که به معنای حقیقی کلمه به معنای حقیقی رمضان پی بردن، بارش رحمت الهی، مغفرت خداوند، رحمت خداوند و برکت خداوند رو که در سه دهه این ماه وجود داشته درک کردن. حالا روزی چیست؟ روز جایزه هاست. بله. روز شوق برای دریافت کردن او جایزه عظیمی است که حضرت سبحان برای کیا قرار داده؟ برای اونهایی که در رمضان به معنای حقیقی کلمه روزه دار بودن، اطاعت کردن، برای اونهایی که اطاعت کردن، بله، برای اونهایی که عبادت کردن، برای اونهایی که تلاوت کردن، هر در اطاعت خداوند، بله، کردن، بله، هر چیزی را بهاری است و بهار قرآن ماه رمضان است، برای اونهایی که بیشترین تلاوت ها رو کردن، برای اونهایی که مناجات های نیمه شبان، دعای ابو حمزه، دعای افتتاح، برای اونهایی که در ربنای قبل از افطار با همه وجود این ذکر رو گفتن، این ذوق و شوق و در عین حال او دلهوره و او ترسی که ببینید با وجودی که همه تلاشم کردم، ولی خب قبل از روز اعلام نتایج همه خانواده دلهوره دارن، بله، یک، بله، نفر رفته در کنکور شرکت کرده، همه این رو دلهوره، بله، و من بنده همه تلاشم کردم که همون که همه مسلمین حالت رو دارن، خدایا من امید به فضل تو دارم، ولی این شوق همراه با در روایت هم اومده، شوق همراه با ترس، یک حالت خوف و رجا که خدای پذیرفتی، این اطاعت مرا، این عبادت مرا، این صیام مرا و این قیام، بله، مرا آیا مورد قبول قرار گرفت؟ و حضرت میفرمایند در روایت تعمیه مسئول روز جایزه ها روز پاداشه. حالا پاداش چی؟ به ما چیزی میدن؟ حالا شما اشاره کردید با دوستان که همکار شما سوال پرسیدن که ایدی، گفتین خب ایدی مال خورترک هاست، آیا مثلا نوع ایدی دادن خداوند هم نوع جایزه دادن خداوند از نوع ایدی ملموس؟ نه، همانطوری که ببینید ما در ماه رمضان میگیم ماه ضیافت الهی است، بعضی هم میان میخندن میگن که چه قسم مهمانی است، ما که در مهمانی خدا هیچی نمیخوریم، ضیافت ضیافت معنوی است، جایزه هم جایزه معنوی است. بله. و نکته جالبش اینه که این معنوی بودن و این فرا مادی بودنش اونقدر عظیم است که اینو کیا درک میکنن؟ اونایی که به معنای حقیقی ایمان رسیدن، اونایی که عرفانش رو بالایی دارن و خدا رو درک کردن، احساس شوقی که خدایا چقدر تو ای توفیق را به من دادی، من را عظیم دانستی و من را بزرگی به من دادی که من یک ماه را گذراندم و در اون ماه لیلة القدری که از هزار ماه برتره، بله، درک کردم و در اون ماه توفیق اطاعت تو رو داشتم، در کنار او شاد بودم، در شادی دوستان تو نیمه رمضان رو جشن، بله، گرفتیم به یمن وجود نازنین امام حسن مشتبه. اگر ما یکم دقت کنیم و بیشتر ببینیم، هم مادیست هم معنوی، هر دو بود، یعنی ما جایزه ها و هدیه ها که از خدای بزرگ در روز عید فطر دریافت میکنیم، هر دو تا رو در بر داره. اگر با دقت رو ببینیم در دعاهای ماه مبارک رمضان که خود شما ها بیان کردین در برنامه، بله، ها، بله، خب میگفتین که رزق و روزی، بله، سلامتی، بله، عافیت دنیایی، بله، میشه، بله، احسن و اخروی، بله، کاملا همینطور، بله، پس هم دنیا و آخرت ما داریم، هم آخرت، بله، من بیشتر مقصودم این ظواهر مادی و نگاه مادی
یعنی دنیایی نگاه کردن. کمطور که گفتم گاهی وقتا متاسفانه حالا گاهی وقتا به طنز برگزار میشه، گاهی وقتا بعضی ها واقعا یک حالت شکاکیت درشون پیش میاد که خب یعنی چی در وقتی که میگه که رمضان ماه میهمانی خداست، ما چه در ماه میهمانی خدا چیزی نمیخوریم. و حالا که اون روز روزی که در رمضان داده میشود همون مواردی است که شما عنایت کردید و تذکر دادید، این لطفی که خدا در حق بندگانش داره، این که صبر میده، این که به عبارتی خلوص نیت رو ما در روزه ماه رمضان زیادتر میشه، او رزق یعنی او سر اون خوان و نعمت الهی نشستیم و از او روزی خدا بهره میبریم. کما اینکه در عید فطر انشالله خداوند به همه ما به حق محمد و آل محمد در این روز پاک این توفیق رو بده که به او جایزه هم جایزه معنوی و جایزه حالا و حتی فرمودی شما بعد مادی هم میتونه داشته باشه دسترسی پیدا کنیم و این عید به معنای حقیقی بر ما عید باشه. و کی عید عید میشود؟ یک دو بیت بسیار زیباست از یک شاعر معاصر میفرماید که ای روح بلند عرش اعلی برگرد، سرسبز ترین بهار دنیا برگرد، یک ماه پر از عطر حضورت بودیم، ای صاحب عید جان زهرا برگرد. انشاءالله انشاءالله به حرمت محمد و آل محمد از خدا میخوایم که عیدی حقیقی ما را تعجیل در فرج امام زمان و ظهور اون حضرت قرار بدهد انشاءالله. یک دعایی کردن که بسیار عالی بود و به درستی که عید ما زمان میتونه با شکوه تر برگزار شود که در کنار مهدی صاحب زمان باشیم انشالله. انشالله که ظهورشان هرچی زودتر و ما را از برکات این امام بزرگ که انشالله هرچی زودتر بهرمند کنه خدای بزرگ. همراه ما باشین بعد از یک وقفه، همچنان با ما باشین و ببینیم که عید فطر چرا ایده بازگشت به خیشتن هست. همراه ما باش. ربی سبحانك ربی کل شما رو زگرتن یک دست نیست نکنم. الحمدلله تا حال فعلا توانستیم کل روزا روزا گرفتم انشاءالله. اول عید مبارکی بر پدر خود، بر بعد از او مادر جان خود، بعد از او بیادرهای خود و بعد از او کاکای خود، ماما و اما و دیگر اقوام. اول این عید مبارکی را خود این پدر شدیم، اول دیگر به حساب ریسپه چیدیم، مادر پدر وفاد است. اگر نه اول این عید مبارکی باید برای پدر مادر باشه. دوم که آنی مد نظر گرفتیم از همین قومی کسی که مرده دار است باید پیش از او بریم اولین عید را برای تبریک بگیم. دوم برای بزرگ فامیل اولین عید مبارکی را برای مادر جان و پدر جان. فإذا الدنيا صفاء والرضا يغمر قلبي وشفائي وتناجيني السماء. خوش دارم به نام خوش قومی که اقوام یک دیگر را میبینن با هم هم صحبت میشن، چون قوم هستیم و یک دیگر را میخواییم ببینیم و راز صحبت و گفای دیگر و دیدی خانه کاکا جان میرم 500 الی 1000 مرم. باید کسایی که یک ذره وضع مالی و اقتصادشان خوبتر است که کسایی که یک ذره وضعشان خوبتر نیست دستشان را بگیره و در یکان چیزی برشان کمک کنن، هم در افطاری و هم در عید. یک درسی که از ماه مبارک رمضان گرفتیم به رمضان ماه خودسازی، یک فرصت طلایی که در طول سال یک ماهش روزه است و 11 ماهش ما به خوردن و آشامیدن نصیب، یک فرصت طلایی که هر دفعه نصیب انسان نمیشه، اونم در طول هر سال یک دفعه بود. ماه خودسازی است، یعنی ما غیر رمضان هم باید در فکر مردم غریب باشه، تنها نباشه که در فکر در وقت رمضان در فکر مردم غریب باشه، یعنی بعد از رمضان هم باید در فکر مردم غریب باشیم، بعد از رمضان هم باید رفتار اخلاقی ما درست باشه، بعد از رمضان هم باید ما سر نفس خود حاکم باشیم، بعد از رمضان هم ما باید کارهای خوب کنیم، این نباشه که تنها در رمضان ما کار کنیم، بعد از رمضان هم باید همینطور انسان خوب باشیم، یعنی ما خدا کنه که ما را اصلاح کرده باشه تا برای دائم همیشه، یعنی نباشه فقط برای یک ما باشه کارهای خوب ما، بعد از رمضان هم همیشه هم تو تا آخر زندگی را همیشه هم تو کارهای خوب کنیم. رمضان رفت ولی کاش صفایش نرود، سحر و جوشن و قرآن و دعایش نروند، کاش که پر شده باشد دلم از نور سحر، همراه روزه و افطار ثوابش نروند. عید سعید فطر مبارک.
عرضان بیننده تشکر از همراهی همه شما عزیزان. مثل همیشه نمبر واتساپی رو میگم براتان، حتما با ما در ارتباط باشین. روز عید هست، میتونین پیام های تبریکی خودتان رو برای ما ارسال کنین. ما منتظر هستیم. برنامه به صورت لایو و زنده تقدیم شما عزیزان میشه و تقدیم نگاه های پر از مهر و محبت شما عزیزان. مثبت 965-780-255-413 حتما همکارای ما زیرنویس میکنن براتون، با ما در ارتباط باشین و منتظر شنیدن پیام های تبریک عید سعید فطر شما عزیزان هم هستیم. و اما بله، عید فطر یک آداب و رسوم دارم و ببینیم که در ایام عید فطر چه نکات تربیتی در اون نهفته است و چه آداب و رسوم داره و چه باید بکنیم. شما عزیزانی که در صله و رحم و دید و بازدیدها هستین و مهمان دارین و به مهمانی میرین، حتما بسیاری از مسائل و نکاتی را که در عید فطر در اون هفته است را هم حتما عمل میکنیم. بشنویم ببینیم خانم رضایی چه برای ما میگن نسبت به این موضوع. بله، بسیار عالی. تشکر از مقدمه بسیار خوب و شروعی که به بحث اعمال و به عبارتی سنت های حسنه در روز عید فطر داریم. من واقعا خام زوری وقتی یک نگاهی میگردم در بررسی حالا در وفاتی و در روایات، برام بسیار جالب بود که شاید یکی از عظمت های روزهای عید نمایانگر او همین اعمال و به عبارتی سنت هایی است که تاکید شده در روز انجام بدیم. و نکته جالبش است که پروردگار متعال همچنان که در حالت عادی اسلام دینی است که به همه ابعاد و همه ساحت های وجودی انسان، اما ساحت فردی، خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، اخلاقی، حقوقی پردازه، در روز عید هم یعنی نکته جالبش است که اگر دقت بکنیم می‌بینیم همه ابعاد در نظر گرفته شده. یعنی اعمال و رفتاری هم که در روز عید انجام بدیم هر کدام به یکی از ابعاد وجودی ما. نکته جالبش است که در شب عید فطر داریم که یکی از اعمالی که باید تاکید شده گفتن تکبیره، الله اکبر و لا اله الا الله و الله اکبر الله الحمد، تکبیر گفتن. در نماز یعنی انگار گفتم بله بله. یک انگار آمادگی، اول خدا رو به بزرگی یاد کن، بعد حرکت مرحله بعد به لحاظ فردی و به لحاظ روحی و روانی آمادگی پیدا کردن. تاکید شده غسل روزه عید فطر، پاکی ظاهر و پاکی باطن هر دو با هم. بعد این پس ابعاد متفاوتش. نکته جالب اینجاست که بعد وارد کی که میشیم نگاه کنید، ما در واجبات یعنی داریم که در مورد مثلا در بحث نماز عید فطر در زمان غیبت امام معصوم جزو مستحباته، یعنی واجب نیست، ولی در زمان حضور امام واجب میشه. ولی یک نکته جالب اینجا، نماز دادن زکات. ببینید ما در آیات قرآن بیشتر از حالا دقیقاً خاطر نمیشد نزدیک به 70 خورده آیه ما در قرآن داریم که نماز و زکات پشت سر هم کنار هم قرار. و جالب اینجاست که اینجا نماز حالا در حال حاضر در زمان غیبت امام مستحبه، ولی که یکی اصلی ترین واجب روز عید فطر این است که بعد از غسل کردن شما فطریه را جدا کنید. بله، همون صبح اول وقت احسن بر صبح اول وقت شما فطریه را جدا کنید بگذارید و واجب است که حتما زکات فطریه پرداخت شود. عدم زکات پرداخت فطریه گویا مثل این که مثلا ثواب به اصطلاح بحث عید و یعنی ببینید تمام اون 30 روز عبادت ما و اطاعت پروردگار دقیقا متصل شده به زکات دادن، یعنی زکات فطریه دادن. پس اینکه حالا زکات کجا خرج میشه و چه اتفاقی میفته و زکات به عنوان یک واجب دینی، زکات فطریه خب حالا به صورت خاص قسم به عبارتی که استفاده میکنیم، این نکته بسیار جالبی است. یعنی همون همه بعدی و جامع بودن دین اسلام است که حتی در روز عید و در روز جشن و در روز بزرگداشت هم به همه ابعاد وجودی دقت میشه. نکته بعدی بحث حضور در نماز. حالا تاکید کردم در زمان پیغمبر و امام معصوم حضور واجب هست و در زمان غیبت امام مستحبه، ولی خب به هر حال مستحب مؤکد است و بسیار تاکید شده، کما اینکه همه هموطنان ما بسیاری که از عادت‌های پسندیده است که زن و مرد برای شرکت در نماز. و چون نکته جالبی است که نماز رو به جماعت برگزار کردن، تاکید بر بعد اجتماعی دین، دقیقاً این همه اجتماع بودن، بله. همه با هم بیایید، همه با هم در این شادی، در این جشن بزرگ، در این ضیافت و در این بزرگداشت نشان دهید که خداوند چقدر دوست داره اجتماع رو در جمع بودن. در دست خدا با جماعت است و اینکه همه با هم صفهای منظم و منسجم تشکیل بدید و اینکه ما داریم که مثلا نماز عید رو در فضای باز بخونیم، بله، که جایی که پس این بعد اجتماعی است. نکته بعدی در یک سری رفتارهایی است که تاکید شده، کما اینکه حالا دوستان شما و شما و همکار عزیزتان اشاره کردین، این به لحاظ ظاهری به عبارتی ویژگی های شخصی تاکید شده لباس نو بپوشیم، لباس زیبا بپوشیم، به عبارتی تمیز بپوشیم. یعنی دقیقاً ببینید من به عنوان یک فرد که بیرون میشم به در انظار دیگران قرار میگیرم، یا تو در داخل خانواده فرزند من بدانه که امروز من یعنی
به صورت خاص از ظاهر ما بدانی که امروز یک تحول عظیم اتفاق افتاده. کالای نو پوشیدم که کمی که در کشور ما عید فطر روز بزرگترین عیاد است. نکته جالبش اینه که از خصوصیاتش است که حالا من همیشه میگم چون عید قربان نزدیک عید فطر است، تقریبا تا یک اندازه‌ای بعضی از مراسم ما میشود گفت تا یک حدی فاصله کم، ولی عید فطر که تمام میشه از عید قربان امسال تا عید فطر سال آینده چون هیچ عیدی نیست، عید به عبارت تشنگی و این خیلی شوق دارن همه دیگه و یک اشتیاق فوق‌العاده است خصوصا برای اطفال. طفل ما میبینه که مادر و پدر و اطرافیان و بزرگسالان به عنوان آدم‌هایی که به هر حال توفیق روزداری هم که داشتن تاکید برای دارن که روز عید حتما کالا اینا بفروشن، بله، حتما پاکاری میکنن، چقدر تمام خانه زیبایی دارن، اصلا برای شما تعریف میکنه نظافت کردن و آماده گرفتن برای این نکته بسیار مهمی است. یعنی شور و شوق از دلم باید بیرون بیاد، این شادی مبنی بر شکرگزاری که خدایا ببینید این پروردگار این نعمت بزرگی به ما ارزانی داشتیم، من یک ماه عبادت تو رو کردم، حالا با همه ابعاد وجودیم هم ساعت ظاهری و داریم هم شادمانی که در قلبم هست، هم زکاتی که اطاعت امر توست، حتی بعد از یک ماه روزه گرفتن هم شادیم به این به عبارتی نشان میدم که باز در این قسمت هم دستور تو رو مبنی و دادن زکات فطریه انجام میدم و زکات رو از همون بعد به عبارتی نماز صبح بعد از غسل کردن اولین کاری که باید کرد باید زکات فطریه رو جدا کرد. یعنی به عبارتی زیبایی رو میرسانه، یک نوع نگاه بسیار بسیار جامع داشتن. نکته بعدی که به عبارتی گفته شده است این که نماز را که خواندید افطار کنید، یعنی از ویژگی های مستحب است فطر افطار، فطر افطار کرد نماز فطر که خواندین بعد افطار کنید، حالا مثلا به خرما گفته شده، به کشمش یا به شیرینی. و نکته ای که باز به عبارتی در روایت اومده اینه که زیارت اهل قبور که این در مورد هموطنای ما بسیار بسیار یکی از عادت های بسیار نیکو و پسندیده است در کشور ما هم. یعنی اگر یک خانواده خان رضایی یک خانواده مثلا که فاتحه دار هستند یکی از عزیزانشان فوت کردن در روز عید کلی به خانه از او میآیند و چقدر زیبایی خاصه زیبا دارن، بعد اجتماعی و به عبارت اخلاق اجتماعی همدردی هست با اون خانواده رو به او، یعنی مثلا آدم عزادار هست هنوز بله. با کالاینو با به اصطلاح با یک ظاهر شادان و خندان یک تعداد قابل توجهی هم دیده همه اقوام جمع میشن بله. معمولا صبح اول وقت یعنی جزء اولین کارهاست که میگن که بریم مثلا اولین جایی که در نظر بله. میگیرن خانه هموز به عنوان فاتحه دادن اول عید اول مثلا اون خانواده. بسیار نکته جالب بود. یا به اهل قبور میرن، بله اهل قبور. حالا نکته ای که برای من واقعا جذاب بود و اینو میخوام با بینندگان عزیز شریک کنم، ببینید عزیزی هست که پدرش از دست داده، مادرش از دست داده، من مسلمان، یعنی یکی از کارهایی که روز عید انجام میدیم اینه که میرم سر خاک او و فاتحه میخوانم و حتی به هر حال برای او چون ما داریم که اونا در عالم برزخ هستن روح اونها آزاده تبریک میگم. و نکته جالبش است که ببینید غیر مستقیم گویا به ما گفته میشود اگر توفیق در عبادت داری، توفیق در اطاعت داری به خاطر اوست، این همون پدر، همون مادر، همون بله. مادر کلان، همون بله. پدر کلان که همون مادری که تو را با محبت به عبارت ایمان به خدا و باور به دین و باور به اصطلاح اعتقادات و با محبت اهل بیت کلان کرد. حالا روز اول عید یکی از کارهایی که تو میگه حالا که در دار دنیا نیست، اگر روز اگر می بود بازی که برین دستبوسی بریم به دیدار او، اگر هست که میریم پیششان بله. اگر نیست هم حتی اگر نیست هم برو به سر خاک او، اگر به سر خاکم نبود از دور فاتحه ببینید یک نوع قدردانی، من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، این که واقعا متصل، این دو اتصال برقرار کردن، هم اتصالات بین انسانی و دنیایی و هم اتصالات واقعا فرا انسانی و به سمت اخروی و به عبارت دنیای دیگر، این که خدایا اینا کسایی هستن که مرا با دین آشنا کردن، اینا کسایی هستن که من قسمت اعظمی از باورها و اعتقادات من به خاطر تربیت اینا بوده، به خاطر رزق حلالی که پدرم برام آورد، به خاطر شیر حلالی که مادرم، و این که برگردیم و روز عید یاد اونها هم باشیم و عید به اونها هم تبریک بگیم و طلب مغفرت بکنیم، فاتحه بخوانیم به قول شما، اگر از نزدیک بود بودن از نزدیک، اگر نبودن از راه دور، و بعد اونایی که زنده هستن باز قدردانی و سپاسگزاری، دست پدر و مادر رو بوسیدن در روز عید، به دیدار اونها رفتن و عید رو تبریک گفتن، باز یکی از سنت‌های حسنه بسیار بسیار جالبی است که در روز عید فطر داریم. بله بسیار آداب و رسوم زیبایی هست و یک بار دیگه تبریک میگم به همه شما عزیزان و خوشحال هستیم که در روز عید مهمان خانه های شما عزیزان هستیم با برنامه روشنا. همراه ما باشین بعد از یک وقفه. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. بسیار زیاد تشکر از همراهی شما عزیزان در روز عید فطر. همراه شما عزیزان هستم، تبریک میگم یک دفعه دیگه عید بزرگ، عید بازگشت به خیشتن و تولد دوباره را به همه شما عزیزان تبریک و تهنیت میگم و انشالله که روز پر از خوشی را برای همه شما عزیزان از خدای بزرگ خواهان هستیم. و در ادامه صحبت هستیم با خواهر خوبم خانم دکتر رضایی که در روزه با عید فطر صحبت میکنیم و ای که عید فطر نکات تربیتی که شما بیان کردین و بعض از اعمال و آداب و رسومی را که باید ما انجام بتیم در روز عید فطر، دیگه چه رفتارهایی باید داشته باشیم خانم رضایی؟ چه اعمالی را به عنوان یک فرد مسلمان، یک فردی که پاک شده و نو متولد شده، از او چه انتظاراتی وجود داره؟ چه رفتارها و اعمالی رو از لحاظ شخصی، چه لحاظ خانوادگی و اجتماعی باید داشته باشم؟ بله، بسیار هم عالی. خب اولین چیزی که واقعا خیلی هم البته شایع است و عزیزان ما قطعا نیره جزو سنت های می شود گفت فرهنگی و بومی در کشور ما هست و بزرگواران و هموطنان ما بسیار روی باور هستن و این رفتار رو انجام میدن. وقتی میگیم عید یعنی بازگشت، که خب طبیعتا در روابط خانوادگی، در روابط دوستانه، در شراکت، در مثلا روابط هم داخل یک کوچه همسایه ها، گاهی وقتا ممکنه یک کشیدگی، یک دلخوری، یک قهر خدای نکرده یا دور باشه انشاءالله کینه و کدورتی ایجاد میشه. این روز عید اینمی برگردیم، تو همون همسایه هستی که من دوستت دارم، تو همون رفیقی هستی که من به تو مثلا ارادت دارم، تو مثلا کاکا ماما هم حتی به این خواهر و برادر هم متاسفانه خب به هر حال اتفاق جامعه انسانی است دیگه، ممکن است که کدورتی ایجاد کنیم. تلاش کنیم برای که روز عید روز بازگشته به همین محبت ها، به همین عاطفه ها، به همین دوست داشتن ها باشه و اگر خدایی نکرده کدورتی هست، هر کسی نگاه نکنه که من کلان هستم، من چرا برم به او عید تبریک بگم، او باید بیایه. نه، کوچیک و بزرگ نداشته باشه و به قسم دنبال این نگردیم که من مثلا کلان بله دقیقاً این که به قول خودمان اصطلاح میانی هم که به کار میبرن که بخشش از کلانتراست که کلانترا بیاین قدم پیش بگذارن و این کار بکنن، بسیار سنت حسنه است و چقدر خوب است که کسایی که واسطه قرار میگیرن، حتی حالا به هر دلیلی اگر دو نفر خودشان هم میل ندارن، کسایی که مثلا ما میریم خانه فلانی عیدی، بعد وقتی که رفتیم اونجا خود صاحب خانه رو هم داریم که اون رو میبریم و میگیم خب دم خانه فلانی که عیدش نمیخواست بره عیدی خانه او، میرسیم میگیم که بیاد عید است، خواهر جان مثلا غمی نداره، حالا بیاین روز عید آشتی کنیم. این نکته ظریف دیگه هم هست خام زوری، متاسفانه در شرایط بسیار سختی قرار داریم در کشور ما. چندین و چند ساله که بیکاری به اوج رسیده، از طرف خب ما به خاطر وضعیت اقتصادی که داریم، کشور ما یک کشور میشود گفت که وابسته است به لحاظ اقتصادی. بله. و وقتی که چرخه اقتصاد و تولید و صنعت و سرمایه با مهاجرت‌های بسیار عظیمی که در طی دو سال اتفاق افتاده میشود گفت که قسمت اعظمی از سرمایه از کشور خارج شده و گردش به اصطلاح ثروت بسیار کم شده و این باعث شده که بسیار از مردم ما در تنگدستی و در فقر سر ببرن. متاسفانه گزارشاتی هم که از سوی نهادهای بین‌المللی و سازمانهای جهانی میره حکایت از این داره که واقعا متاسفانه مردم در یک وضعیت بسیار اسف‌انگیزی هستن. و خواهشم از عزیزان و بزرگواران و بینندگان محترم این برنامه هست که روز عید روز شادی است قطعا، ولی بیاین تلاش کنیم که شادی هایمون رو اولا اگر دستمون میرسه تا جایی که امکان داره قسمت کنیم. یعنی اگر که من برای طفلم کالای عیدی خریدم، اگر سر تا پایش نو کردم، اگر نمیتونم سر تا پای کسی مثلا بچه همسایه، بله، ولی یک جفت کفش، یک دانه یک مثلا یاد کنیم. اول اینکه شادی های ما تقسیم کنیم، اگر در توان ما نیست، یعنی مثلا یک عزیزی ممکنه بگه من با هزار بدبختی نمی توانستم مثلا برای بچه‌م، تو من خودم کالا اینو نخریدم، فقط صرفا برای بچه‌م آماده کردم، اشکال نداره. در حد توانایی اگر توان تقسیم نداریم، لااقل همدلی کنیم. یعنی ببینید در بحث خلق نیکو داشتن و مراوده کردن، یعنی به تبریک گفتن یکی، و یکی دیگه هم نیست که همدلی کردن یک معنایش است که من خودم جای او قرار بدم.
خب. ما در بحث‌های روانشناسی میگیم همدلی درک متقابل داشتن و چگونه ممکن است ما خودمون مثلا ما در وسعت مالی هستم الحمدلله به قول خودمون دست ما به دهن ما میرسه و شکر خدا همه سفره ایدمون انداخته است و کالای نومون پوشیده است و همه چیز آماده شده، ولی من میدونم و آگاهی دارم که همسایه ما واقعا حتی توانی رو نداشته که مثلا شیرینی ساده رو بخره. سفره ما از این سر تا این سر انداخته است و انواع میوه تر و میوه خشک و شیرینی و فلان، حداقل لکن تلاش نمیگیم که شاید عزیزان بگه خب که دارندگی برازندگی خب دارم حالا که داده اگه من این کارو نکنم قوم خیش مقوام میگن که تو مثلا سختی کردی و سال یک بار عید میشه و از این سال تا این سال تا نه. ببینید مراعات کردن، همدلی کردن، دیگران رو در نظر داشتن، اگر من اینقدر توانایی دارم که سفره کلان میندازم چه اشکالی داره قسمتی از این سفره من با دیگران تقسیم کنم؟ به دیگران هم توجه کنم. اگر توان تقسیم کردن ندارم یا در وسع نیست لااقل همدلی کنم. همدلی که ببینید مثلا به عنوان مثال صبح اول عید بچه من مثلا میگه که پدر جان مادر جان مثلا فلان مبلغ بده که ما برام فلان چیه بخرم. خب بچه همسایه ایم در طول ماه رمضان هم توفیقی رو نداشته که مثلا یک شکم سیر فرض کنین سحری داشته باشه یا افطار. حالا بچه ایم علاوه بر که کالای نو پوشیده و فلان کرده، یک نکته تربیتی بسیار ساده است، اصلا هیچ سختگیری نداره، خام زوری حداقل این قسم رعایت کنیم، یعنی تلاش کنیم که دل به دست بیاریم. خدای نکرده رفتار ما در این روز بسیار بسیار بله. شادی که هم اهل آسمان شادند و هم اهل زمین، تلاش بکنیم که تا جایی که برامون مقدور است دل به دست بیاریم. میگن دل به دست آور که حج اکبر است از هزاران. بله تلاش کنیم که در روابط اجتماعی ما خدای نکرده، چون میدانیم که متاسفانه گفتم که اعتراف سازمان جهانی است، اعتراف گزارش های بسیار تحقیقی و بپذیریم که تا جایی که در توانمون هست، حالا که سفره انداختیم انشاءالله خداوند برکت بده به رزق و روزی همه اونهایی که دارن، ولی که تا جایی که امکان داره سعی بکنن که مراعات کنن و ببینیم و توجه کنن و تلاش کنن که خدای نکرده منجر به دل شکستگی نشن. خاربزای بسیار از بعضی از خانواده ها یک آداب رسوم زیبایی دارن در ایام عید فطر که تلاش میکنن که حتی به سر و صورت حالا خب برای خودشان که رخت و لباس تهیه میکنن، حتی تلاش دارن که مثلا پوش توشک و پرده و نایفان کاوچ چوکی و چیزا رو مثلا بیان تبدیل کنن در عید فطر. بله بله. و این قسم دیده شده ما میبینیم. خب اگر که میبینن که نو است و خوب است استفاده نیاز است بله. که اینا تبدیل شون، اگر که کمک کنن امورا به یک کسی از ایتام طفل صغیر یا کودکانی که کار میکنن از صبح تا شب بخاطر یک لقمه نان بله بله. اگر بتونن که بر از اونا تهیه کنن چیز بسیار میتونه ارزشمند باشه و روزه واقعی اجر و پاداش این بسیار اهمیتش بله. بیشتر میتونه باشه. یعنی گفتم یک نگاه همونطور که دین اسلام یک نگاه جامع و کلی داره به همه ایام به خصوص اعیاد که روزهای خاصی هستن، من هم به عنوان یک مسلمان ان شاء الله همه بینندگان عزیز ما خواهشم از اونها است که این نگاه کلی تر داشته باشن. همونطور که شما گفتین خب این سنت بومی ماست، این فرهنگ ماست که ما در این حالا در هر عیدی مثلا در عید قربان ان شاء الله بر رسم قربانی است، رسم مثلا تقسیم کردن گوشت قربانی است، بسیار در این روز یک کارهای دیگه و یک رسومات و رفتارهای دیگه، ولی تمام نگاه کن من تاکید می کنم ضروری نگاه انسانی داشتن، حواس ما باشه که من یک ماه عبادت کردم، یک ماه تلاش کردم که به خدا نزدیکتر باشم و حالا به عنوان کسی که امروز جایزه بندگی خودش از قرار از خدا بگیره، کمون که اول نمره صنف زمانی اول نمره است، علاوه بر اینکه ممتازه زمانی محبوب میشه که او قرگی در وجودش ایجاد نشه که ایمه استم که فلان کردم یا مثلا فخر بفروشه به بقیه صنفیاش، بلکه او اول نمره زمانی بسیار بسیار ارزشمند است که وقتی که به این درجه رسید بگه خب بچه‌ها حالا که خدا مثلا اول نمره صنف شدم، مثلا تو اگه فلان مشکل داری بیا برات کمک کنم، اگه فلان مسئله نفهمیدی بیا برات توضیح بدم، حالا من که توان مالی دارم، من که حتی آبروی اجتماعی دارم چه اشکالی دارم زوری گاهی وقتا هست ممکن است من توان مالی ندارم ولی میتونم به یک ثروتمند رو بندازم، درست بگم که مثلا فلان شما که الحمدلله داریم واسطه خیر باشیم، بگیم که مثلا اطراف ما یا فلان مثلا مرکز یا فلان محله این تعداد از بچه‌ها هستن که یتیم هستن، خدای نکرد نمونه‌ای هستن که مثلا ده حملات انتحاری بله. در بسیار مسائل متاسفانه تاسف‌بار دیگه در مملکت پدرشون از دست دادن، مادر اینها توان تامین مخارج اینها رو نداره، اگه خودم دستم نمیرسه حرکات اینطوری نگاه کلان داشتن، نگاه بزرگ داشتن، دل کلان داشتن و اینکه تلاش بکنیم که خداوند به برکت او سی روز روزه گرفتنی که
به ما توفیق داده، این توفیق هم بده که در این ایام عید هم همه تلاشمون رو بکنیم که در همون مسیر صراط مستقیم قرار بگیریم، صراطی که خدای نکرده به سمت آزار دادن دیگران، به سمت دل شکستن و به سمتی که خدای نکرده کس باعث ایجاد حسرت بشه، طفل معصوم بی گناهی که هیچ نمیفهمه از مثلا فرض کنید از فقر و نداری، با یک حسرتی به طفل من نگاه بکنه و دلش بشکنه و یتیم که بگه خب معلان اگه من بابای می بود میتونست مثلا برای من یک کار انجام بده. و یه توقع میره خانم رضا، من فکر میکنم که هموطنهای ما و عزیزان بیننده ما همه قسم هستن 100%. چرا؟ بخاطر از اینکه یک ماه روزداری انسان را چقدر به خداوند نزدیک میکنن. بله. دل و قلب انسان جلا داده میشه از نور ایمان و او دل و قلبی که در یک ماه روزداری و عبادت و شبهای قدری که گذرانده میشه دیگه او غرور و تکبر دیگه باقی نمیمونه، دیگه دوستی به دنیا و مادیات دیگه بر از او 100% کم میشه و انشالله که دیگه دید اخروی پیدا میکنن، حالات معنوی پیدا میکنن که یکی از او همین همدردی و دست گرفتن و دست به دل به دست آوردن هست و به هر حال بسیاری از اعمال و رفتارهای نیک دیگه انشالله. خب تشکر میکنیم از خانم رضایی که تا این لحظه همراه ما بودن و یک دفعه دیگه عید به شما تبریک میگیم، به شما و خانواده محترمتان، و خوشحال هستیم که چه در روز عید فطر و چه در روزهای دیگه با شما هم کلام هستیم و هم صحبت هستیم و صحبتهای خوب شما استفاده میبریم. و شما عزیزان بیننده که تا این لحظه همراه ما بودین تشکر و سپاسگزار هستیم. از خانم رضایی عزیز خداحافظی میکنیم و بعد از یک گوله و وقفه با همکار خوب ما خانم قاسمی هستیم و با اتفاق خانم قاسمی عزیز برنامه را پیش میبریم. همراه ما باشین. ماه خدا رفته و عید آمده، بر همگان فطر سعید آمده، مزد به طاعت بدهد روز عید، این ز خداوند نوید آمده. بله، باز هم خوش آمدید میگیم به خواهر خوب ما خانم قاسمی عزیز، به جمع ما خوش آمدید. زنده باشین. تشکر از همراهی شما خانم قاسمی جانا. همکار ما خانم دکتر رضایی همراه ما بودن. بله. با صحبت‌های بسیار زیبا و دلنشینشان که در رابطه با ایام عید فطر. بله. با ما صحبت کردن و چه نکات زیبا، مهم و حساس را بیان کردن خانم رضایی عزیز. نکاتی بود که واقعا اگر به اونها توجه بشه فکر میکنم یک حس دوستی و یک انس و الفت بیشتری بین مسلمانان دقیقاً ایجاد میشه و این واقعا خوب است. چه خوب است که در این روزهای گرفتاری حالا کشور ما از همه لحاظهای حالا سیاسی، اقتصادی، فرهنگی که دوچار مشکل هست، بله، ما به عنوان یک فردی که حالا به صورت خودجوش میخوایم یک کار را انجام بدیم، بله، بیاییم و دست همدیگه رو بگیریم و با دوستی بفشاریم دست همدیگه رو. بله، انفاق داشته باشیم، میتونه که یک قوت قلب باشه ای خودش برای ما. یعنی عید فطر تنها عید و جشن برای این نباشه که ما فقط دید و بازدید کنیم بریم بیاییم. بله. همه که دید و بازدید میکنیم و صله رحم میکنیم، هم باز هم احساس همدردی داشته باشیم، مشکلی رو از خانواده ها برطرف کنیم، بتانیم دستی و دلی را بگیریم. بله. و به دست بیاریم، خیلی زیباتر میشه عید ما. بله، دقیقا میتونیم از عید فطر اگر ما بیان کنیم، عید فطر بگویم که شبیه روز قیامت هست. دقیقاً. بله، بنا به فرموده مولا علی علیه السلام. دقیقاً. بله. ای که میگن که خب روز عید فطر میتونیم به روز قیامت تشبیه کنیم. بله. همین که به سوی نماز عید میریم، انگار بله، که به سوی پروردگار میریم و دوباره هم حالت زنده شدن پس از مرگ است. همین هست. یعنی بله، کسانی که یک ماه روزه گرفتن، عبادت کردن، حالا بله، پاداش خود میگیرن و چقدر خوشحال هستن. بله. و کسانی که عصیان کردن، زیانکار هستن، تأسف میخورن، پشیمان هستن، و این روز عید روز گرفتن پاداش و اجر برای کسانی هست که
یک ماه روزه گرفتن، عبادت کردن و بندگی کردن. و حضرت علی علیه السلام هم گفته که کسانی که روزه گرفتن، عبادت کردن در شب عید فطر، تمام آلودگی ها از وجودشان برطرف میشه. بله. و بسیار چیزها و بسیار اجرها و پاداش ها نصیبشان میشه که یکی از اونها پاکی و پاکیزگی دلها و قلبهایان هاست. بله، بسیار زیباست. و چقدر خوب است یاد ما نره خانم ظهوری که در اعمالی که در ماه رمضان انجام دادیم، دوری از گناه، یک خود کنترلی که داشتیم در ماه رمضان، این که خود کنترل میکردیم که حالا گناهی را انجام ندیم. بله. به خاطری که روزه داره. این چه خوب است که در سایر ایام هم انجام عجب دادیم. عجب گپ گفتن خانم قاسمی. بله دقیقاً، می‌خواستم بگم که چون بعضی وقت‌ها گرفتار روزمرگی‌ها میشیم. گرفتار روزمرگی دیگه فراموش کنیم، بگه ماه رمضان خلاص شد رفت دیگه، باز نه دیگه، روز از نو، روزی از نو، باز خدای نکرده امو گپو امو نه، انشالله که قسم نیست به ما. بله. توفیق ایر خداوند بته که به همون رقم که ما یک ماه عبادت کردیم و یک ماه تزکیه نفس انجام دادیم، همیره انشالله که بتانیم در همه روزهای زندگی انشالله که رعایت کنیم. اما یک شعر بسیار زیبایی هم هست که حالت دعا داره. بله بسیار زیبا. میخوانیم و تقدیم عزیزان میکنیم در آخرین لحظات برنامه. ای روح بلند عرش اعلا، برگرد سرسبز ترین بهار دنیا، برگرد. یک ماه پر از عطر حضورت بودیم، ای صاحب عید جان زهرا، برگرد. اللهم عجل لولیک الفرج.